آلان توفیق تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو به ما پیوسته آقای توفیقی این قتل حکومتی رو اگر بهش نگاه بکنیم در گذشته هم سابقه داشته هم همیشه این یکی از حربه های حکومت بوده این بار واکنش های جهانی شاید بشه گفت کم نظیر بوده نسبت به این موضوع از همون ساعت اولیه و واکنش که در داخل شاهد هستیم فکر واقعا توقعی همچین واکنشی داشت بله خود معترضین در شعارهاشون بود که اگر اعدام بکنید قیامه ببینید الان اتفاقی که در داخل کشور افتاده این برخوردی که تحت عنوان اعدام یا همونطور که به درستی شما گفتید قتل حکومتی در جریانه انتقام است که شخص علی خامنه ای دستور داده که از جوانان شجاع این کشور و مخصوصا محلاتی که امروز تبدیل شدن به پایگاه های اصلی مبارزه با جمهوری فقر و فساد و ظلم زل و تبعیض ببینید من فکر می کنم که در یک چنین شرایطی که فشار سنگینی و روی معترضان وارد میشه وارد خیابان میشن سرکوب میشن به گلوله بسته میشن بعد از اینکه بازداشت میشن شکنجه میشن و بعد هم به جوخه های اعدام سپرده میشن من فکر می کنم این طبیعی واکنش جوانان محلات تهران و بسیاری از محلات دیگه به خاطر اینکه دارن به این نتیجه میرسن که در هر حال کشته میشن چه در خانه بنشینن از فقر و فلاکت چه در خیابان سرکوب بشن و چه در زندان بنابراین دعوت کردن مردم رو و برای اولین بار به خونخواهی چون قبلا هم اعلام شده بود تمام بسیاری از گروه های سیاسی گفته بودند که اگر این اعدام ها که حتی با نرم ها و استانداردهای خود جمهوری اسلامی سازگار نیستش جوانی رو گرفتن بدون اینکه حتی قتلی از او سر زده باشه یا ای دستش گرفته باشه به در واقع اعدام میشه و خب این نشانه درگیری مستقیم و اعلام جنگ مستقیم حکومت بر علیه مردم به حساب میاد از دیروز که این اتفاق افتاده توی افکار رومی در اجتماعی مردم مرتب دارن مقایسه میکنن خب اتفاقایی که در ایران میفته و هرگز به این حکم ختم نمیشه و این خب بستن خیابان و یا حالا ضربه با چاقو به حکم محاربه و اعدام ختم شده فکر می‌کنین که حکومت تونست به اون پیام ارعابی رو که می‌خواست به مردم بده موفق شد یا اضافه کرد به خشم اونا ببینید من فکر می‌کنم که حکومت تا این لحظه جز افزایش خشم مردم هیچ کاری نتونسته بکنه یعنی نمیتونه نه اونها رو راضی بکنه همین امروز آقای مرعشی مصاحبه کرده بود که یکی از اصلاح طلبان و میشه گفت استمرار طلبان گفته بود که ما دیگه امکان قانع کردن مردم رو نداریم منظورش حکومت بودش این کاملا طبیعی است حکومت نمیتونه مردم رو بترسونه اگر حکومت تونسته بود مردم رو ترسونده بود در یک روز در زاهدان بیش از 100 نفر رو با تیربار خود علی ای این از آن کرد با تیربار مردم رو به گلوله بستن اما میبینید هر جمعه رسم شده روتین شده در زاهدان میان بیرون و جالب اینجاست که زنان تلایدار این حرکت در زاهدان هستند که خب ما میدونیم به واسطه یه مسائل اجتماعی خاص در اون مناطق حضور زنان کمرنگتر هستش این نشون میده که مردم نمیترسند در کشته شدگانی که الان تا این لحظه حدود 450 نفر البته روایت ها مختلفه بیش از 60 نفر کودک از کودک در واقع 9 ساله داریم تا مثلا جوان 16 17 ساله که بر اساس نرم های بین المللی کودک به حساب میاد اگر قرار بود مردم بترسند تا این لحظه ترسیده بودند و به قول معروف دیگه خیابون نمی اما ما میبینیم هر اعدام هر خونی که ریخته میشه داره تبدیل میشه به یک خون هیجان و جوشش تازه در رگ این انقلاب ممنون از حضورتون آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو همراه ما